هفتمین روز اسفند ماه برابر با 26 فوریه، سال 347 پیش از هجرت برابر با 1979 میلادی، در گذشت مانی از مدعیان پیامبری در ایران در زمان سلسله ساسانیان که در همدان به دنیا آمد و در ابتدا به آموختن حکمت و علوم و مطالعه در ادیان زرتشتی و مسیحیت و دیگر مذاهب زمان خود پرداخت و در 24 سالگی ادعای پیامبری نمود. مانی کتابی به نام ارژنگ داشت که به همراه نقاشی‌های متنوع حاوی دستورات او بود. وی آیین خود را در منطقه بین النهرین عرضه کرد و به تبلیغ آن پرداخت. آیین مانوی در ابتدا مقبول شاپور اول پادشاه ساسانی بود، ولی این مقبولیت دیری نیافت و مانی سرانجام به تحریک موبدان زرتشتی در 60 سالگی به دار آویخته شد. سال 1180 خورشیدی برابر با 1946 میلادی، زادروز ویکتور هوگو، درخشانترین چهره ادبی قرن 19 فرانسه که در 25 سالگی به عضویت آکادمی فرانسه درآمد و همزمان با آن به عنوان یکی از اعضای مجلس مقننه انتخاب شد. وی در زمان حکومت ناپلئون سوم به دلیل مخالفت با سیاست‌های مستبدانه او از پاریس تبعید شد و مدت 19 سال در تبعید به سر برد. کتاب‌های واقع‌گرایانه و منظومه‌های شیوایی که در این دوران نوشته است از تلخ کامی‌های او در این ایام حکایت دارد و کتاب معروف بی‌نوایان از عظیم‌ترین آثار این دوران است. زمانی که بنیان امپراتوری ناپلئون سوم متزلزل گردید، هوگو آزاد شد و با شکوه تمام به پاریس بازگشت و از آن زمان به دلیل رنج‌های دوران تبعید از سیاست کنار گرفت و تنها به کارهای ادبی روی آورد. مردم فرانسه برای بزرگداشت وی در جشن تولد 80 سالگیش جشن بزرگی برپا کردند و در برابر خانه او تجمعی صمیمانه برپا نمودند. هوگو را بنیانگذار مکتب رمانتیسیسم می‌دانند که بر اساس آن احساسات و تخیل بر عقل برتری داشت و هنرمند در این مکتب باید بدون هیچ قیدی به بیان احساسات خود بپردازد. سال 1334 خورشیدی برابر با 1956 میلادی، در گذشت علامه علی اکبر دهخدا، نویسنده لغتنامه بزرگ دهخدا که در تهران دیده به جهان گشود و علوم ابتدایی و سطوح عالی را در ایران سپری کرد و سپس برای تکمیل علوم جدید به اروپا سفر نمود و مدت 5 سال به تحقیق پرداخت. بازگشت دهخدا به ایران مصادف با شروع مبارزات جنبش مشروطیت در ایران بود. دهخدا به صف مبارزان پیوست و به نگارش مقالات تند و طنزآمیز پرداخت. او که از همکاران روزنامه سور اسرافیل بود، پس از توقیف و تعطیلی روزنامه به اروپا تبعید شد. دهخدا پس از استقرار مشروطیت به ایران بازگشت و در روزنامه‌های مختلف مطلب می‌نوشت. وی در ایام جنگ جهانی اول و مهاجرت آزادی‌خواهان در یکی از ایلات بختیاری منزوی گردید و در آنجا مقدمات تدوین لغتنامه بزرگش را پیریزی نمود. این اثر مهم علمی و ادبی آنچنان گسترده، دقیق و غنی است که می‌توان آن را یکی از شاهکارهای بزرگ زبان فارسی در دو قرن اخیر دانست.